به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دست ما قرار گرفت. خطر ورشکستگی دانشگاه‌های خصوصی. مسئولان اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های تحصیلی عالی خصوصی افغانستان میگویند که به دلیل بازداشته شدن دانشجویان دختر از تحصیل و نیز دلسردی دانشجویان پسر از حضور در دانشگاه‌ها، روند جذب دانشجویان در دانشگاه‌ها کاهش یافته و این سبب شده است تا دانشگاه‌های خصوصی با خطر ورشکستگی روبرو شوند. محمد ناصر کریمی، مسئول بخش رسانه‌های این اتحادیه به سلام وطندار میگوید که امسال در هر دانشگاه خصوصی از 30 تا 80 دانشجو جذب شده است. او می‌افزاید در سال روان در هر دانشگاه خصوصی از 30 تا 80 دانشجو جذب شده است و انگیزه ادامه تحصیل در کشور کاهش یافته است. در این حال مسئولان شماری از دانشگاه‌های خصوصی میگویند که به دلیل ادامه محرومیت دختران از تحصیل، دانشگاه‌های خصوصی ناچار شدند که فعالیت خود را متوقف کنند. زاهد امرخیل، سرپرست دانشگاه خصوصی استقلال، میگوید پس از بازداشته شدن دختران از تحصیل، انگیزه دانشجویان پسر برای ادامه تحصیل نیز کمتر شده است و بیشتر دانشگاه‌های خصوصی ناچارند که فعالیت‌های خود را متوقف کنند. با این حال مسئولان در وزارت تحصیلات عالی میگویند که این وزارت از فعالیت دانشگاه‌های خصوصی در سطح افغانستان پشتیبانی میکند. ضیاءالله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان، میگوید وزارت تحصیلات عالی یک کمیته را ایجاد کرده است که از طریق آن به مشکلات دانشگاه‌های خصوصی رسیدگی خواهد کرد، اما بر اساس فرمان رهبر امارت اسلامی دختران تا امرسانی به دانشگاه‌ها نمی‌روند. وزیر مهاجرین طالبان، کشورهای مرتکب جنایت جنگی در افغانستان محاکمه شوند. سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان میگوید کشورهایی که در چهار دهه پسین در افغانستان جنایت‌های جنگی انجام دادند و افغان‌ها را به نام‌های گوناگون کشتند باید به دادگاه کیفری جهانی معرفی شوند. به نقل از تولونیوز، خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان گروه طالبان که در یک مراسم توزیع کمک در پکتیا سخن می‌زد، افزود هنوز هم برخی کشورها می‌کوشند به افغانستان مشکل ایجاد کنند. حقانی گفت حکومت پیشین شوروی و تمام غلامان او چه در داخل کشور و یا در بیرون از کشور هستند، ناتوی آمریکا و شمول کشورهایی که افغانستانمان را ویران کردند، اینها امروز مسئول این هستند، باید به افغانها حساب بدهند و به محکمه بین المللی کشانیده شوند. به گفته او اگر این بار دست به تجاوز بزنند با واکنش سخت روبرو خواهند شد. نشست مشترک طالبان و پاکستان برای محو پولیو در اسلام آباد. وزارت صحت عامه طالبان میگوید که نشست مشترک دو روزه این گروه و دولت پاکستان برای هماهنگی در مورد برنامه های محو پولیو در دو سوی مرز در پایتخت پاکستان آغاز شده است. وزارت صحت عامه طالبان پنجشنبه در عمل با نشر تویت نگاشته است که دو طرف در این نشست در مورد محو کامل پولیو و هماهنگی بیشتر در خصوص برنامه های آینده گفتگو می کنند. بر پایه اطلاعات این توییت، دکتر نیکولی شا مومن، رئیس مرکز عملیاتی عاجل محو پولیو این گروه، در این نشست حضور دارد. این نشست پنجشنبه در عمل آغاز شده و تا روز جمعه 11 عمل ادامه خواهد داشت. در کنار مقام‌های پاکستانی، نمایندگان یونیسف، سازمان جهانی صحت و اداره‌های دیگر جهان نیز اشتراک کردند. گفتنی است که افغانستان و پاکستان در جهان تنها دو کشوری‌اند که تاکنون پولیو در آن به گونه کامل محو نشده است. و در پایان، انفجار در صنف درسی یک مکتب دخترانه در جوزجان کشته و زخمی بر جا گذاشت. منابع محلی در ولایت جوزجان میگویند که در اثر انفجار نارنجک در داخل صنف درسی یک مکتب ابتدایی دختران در ولسوالی قوشتپه این ولایت، دو دانش آموز دخترجان بخته و 11 تن دیگر زخمی شدند. منابع معتبر مردمی پنجشنبه به روزنامه 8 صبح میگویند که این انفجار حوالی ساعت 9 صبح روز چهارشنبه در داخل یکی از مکتب‌های ابتدایی در ولسوالی قوشتپه رخ داده است. منابع در مورد اینکه این نارنجک چگونه در این صنف به دست کودکان و دانش آموز رسیده معلومات ارائه نکردند. از جانب عبدالستار حلیمی، سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در جوزجان، با تایید این خبر میگویند که این انفجار قبل از ظهر چهارشنبه 9 عمل در ولسوالی قوشتپه رخ داده است. او اما آمار قربانیان رویداد را متفاوت اعلام کرده و گفته است که در این انفجار دو دانش آموز دختر 10 ساله و 12 ساله کشته و 6 تن دیگر
مجروح شدند. به گفته او این کودکان زمان کشته و زخمی شدند که پس از پیدا کردن یک نارنجک با آن سرگرم بازی بودند. از سوی دیگر منابع آگاه در جوزجان به این باورند که در انفجار از صنفهای درسی دختران گروه طالبان دست دارند. برخی منابع در جوزجان معتقدند که ممکن است انفجار در مدرسه دخترانه کار آن دست از اعضای طالبان باشد که می خواهند مکاتب ابتدایی دخترانه هم بسته شوند. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر. بدرود.